بهترین درودها ها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب چهارشنبه 29 ماه مهر ایرانی را میگشاییم با دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک با جستداری بر آخرین نوشتار منتشره در ستونهای تحلیلی و خبری روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخواست مروری کوتاه بر سرفصل چند عنوان مهم و برگزیده امشب باستاب جهانی پیروزی حزب میان روی لیبرال ها در کانادا و موجی از تفسیرها و ابراز خوشبینی ها در ایران نسبت به سرگیری روابط این دو کشور همچنین موجی از گمانه ها حول حضور برخی از شخصیت های کلیدی برای انتخابات خبرگان رهبری خاصه تمرکزها حول سید حسن خمینی هشدارها به بحرانهای زیست محیطی در ایران با تازه ترین بحران موسوم به النینو و احتمال سرمایه سخت در زمستان پیشروی ایران با اعلام آمادگی شرکت گاز برای مقابله با سرمایه سخت تقدیر از دو وزیر خارجه ای ایران و آمریکا با ساخت سردیس ظریف در تهران و دریافت جایزه دیپلماسی سال از سوی جان کری در واشنگتن Small, well, no photography, please. This is a soul cycle gift bag. President Kelly said never put a hat on. و سرما و سختی باران و بیپناهی موج جدید مهاجران سرگردان خاورمیانی و سوری اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 29 ماه مهر ایرانی برابر با 21 اکتبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی از تلویزیون ایران فردا به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید با ما باشید همینک و نخست با مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه برنامه را پی میگیریم کانادا بر صدر رسانه های چاپی و دیجیتالی امروز ایران و جهان جای داشت تا جایی که مرزی افغم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از راهیابی جاستین ترودو استقبال کرد به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا مرزیه ای افغم دیروز سهشنبه 28 ماه مهر نتیجه انتخابات پارلمانی کانادا را که به شکست حزب محافظه کار این کشور منجر شد باستاب با و نتیجه اراده و خواست مردم کانادا در دوری جستن از به گفته ایشان سیاست های دانست و گفت که جمهوری اسلامی ایران به رأی و انتخاب مردم کانادا احترام می گذارد. جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا تیر ماه سال جاری گفته بود که اگر حزب وی در انتخابات آینده فدرال کانادا پیروز شود دولت او روابط دیپلماتیک با ایران را عادی می کند. محافظ کاران کانادا که در انتخابات تازه شکست خورده اند از سرسخت ترین مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی به شمار می رفتند و دولت این کشور حتی از توافق اتمی وین نیز استقبال چندانی نکرده بود در تازه ترین خبرها از تغییر و جابجایی قدرت در کانادا گزارش می شود که جاستین ترودو نخست وزیر جدید کانادا جنگنده های این کشور را از نبرد با داعش در عراق و سوریه خارج کرد او ساعاتی پس از آنکه در رأس حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی کانادا به پیروزی رسید در تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این موضوع را تایید کرد ترودو به عنوان بخشی از مبارزات انتخاباتیش قول داده بود که جنگنده های سی اف 18 کشورش را که در منطقه مستقر شده بازگرداند در همین راستا و موضوع و مضمون سری میزنیم به روزنامه های امروز تهران که میتوان گفت عمده روزنامه های پرشمارگان کشور کانادایی آراسته شده بودند روزنامه ها از هر دو طیف موجود در ایران با خانش های خود به پیروزی حزب لیبرال ها توجه نشان دادند و به این موضوع پرداختند روزنامه‌های نزدیک به دولت از بازگشایی زود هنگام سفارتخانه ها و بهبود روابط دو کشور خوشبینانه نوشتند و روزنامه های دست راستی نزدیک به رهبری ایران با عناوینی چون مهره سحیونیست ها سوخت به استقبال این انتخابات و نتیجه رفتند به نمونه از صفحه نخست روزنامه ها در این خصوص نگاهی میاندازیم. در این میان روزنامه بهار نزدیک به جمعی از مردان عهد خاتمی جاستین ترودو را شادمانه نشان میدهد و از استقبال تهران میگوید اعتماد نیست تمام نیم صفحه اصلی را با نتیجه انتخابات کانادا از تزئین کرد و با واژگانی مثبت و مهرامیز نوشت نخست وزیر جوان طرفدار ارتباط با ایران این روزنامه در بخشی از این موضوع اصلی پیش بینی کرد که با آمدن نخست وزیر جدید خط هوایی تهران اتاوا برقرار شود ابتکار نیز از امید بهبود رابطه اتاوا تهران نوشت و بالاخره روزنامه قانون این گونه نوشت که میبینید جوان طرفدار ایران نخست وزیر کانادا شد و در سوی دیگر روزنامه های کمپ موسوم به اصولگرایان و رادیکال های نزدیک به نهاد رهبری بدون توجه خاص به چگونگی روابط ایران و کانادا در آینده صرفا به دشنام و دشمنی به هارپر نخست وزیر پیشین و رقیب جاستین ترودو پرداخته بودند از جمله روزنامه جوان روزنامه سپاه پاسداران هارپر را همدوش بنیامین نتانیاهو نشان میدهد و از پایان حکومت ده ساله استفان هارپر خبر داد و نوشت مهره سهیونیست ها در کانادا سوخت و همینطور روزنامه مردم سالاری با سفارایی خاص از لبخند کانادا با تنبیه جنگ طلبان نوشته بود ورق میزنیم و ادامه میدهیم با موضوعی دیگر و روزنامه ای دیگر عذرخواهی نو وقت سخنگوی دولت از جمله موضوعات برجسته بسیاری از روزنامه های نزدیک به دولت بود نو وقت از اینکه شرایط و بستر مناسب برای ایجاد تغییر و رفاه و آسایش و مردم داده نشده و در این مسیر فرصت میسر نیست و همواره با موانع و مشکلات روبرو می شود از مردم ایران به نیابت از دولت از خواهی کرد ادامه می دهیم و ورق می زنیم با موضوعی دیگر و روزنامه دیگر نشانه های پیشا هنگام انتخاباتی برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله موضوعی بود که عمده روزنامه های نزدیک به طیف دولت در سطحی وسیع به آن پرداخته بودند سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در واقع صدر نشین تمامی صفحات این روزنامه ها بود از جمله روزنامه آرمان این مرد میان سال بر جای مانده از خاندان خمینی را آراست و به نقل از وی خبر داد که به وقتش تصمیم میگیرم آرمان از این اظهار نظر وی به عنوان گام نزدیک یادگار امام به مجلس خبرگان رهبری یاد کرد و یا در سوی دیگر روزنامه آفتاب یز دیگر روزنامه تحولخواهان تمام نیم صفحه اصلی را به ایشان اختصاص داد و در خبری استنباطی اشاره کرد که خمینی جوان کاندیداتوری را رد نکرد که همگی با بار معنای مثبت و امیدآفرین میکوشند که زمینه های تبلیغی احتمالی برای ورود این کارگزار نزدیک به اصلاح طلبان را مجاب به مشارکت برای انتخابات خوبرگان رهبری کنند ادامه میدهم و ورق میزنم با سایر موضوعات برگزیده بحران های زیست محیطی خاص بحران آب مورد تحلیل و واکاوی برخی از روزنامه ها واقع شد از جمله روزنامه شرق در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز حقوقدان با عنوان آب را همین حالا دریابیم که تا حدودی یادآور شعر جاودان آب را گل نکنیم زنده یاد سهراب است در اهمیت این عنصر حیاتی نوشت که کمبود یا نبود آب مصیبتی است که آثارش همگان را در بر خواهد گرفت برج های عظیم و مرتفعی که فقط با پمپ به طبقات بالای آنها میتوان توان آب رساند چه خواهند شد وقتی اصلا آبی برای پمپاژ نباشد تجسم بیابی به قدری وحشتناک است که ذهن آن را پس میزند نویسنده روزنامه شرق در قیاس این نیروی حیات با سایر عناصر مدرنیته در عالم زندگی همچون برق چون این اشاره کرد که کم بود یا نبود برق به زایعاتی عظیم منجر می شود و اگر ادامه پیدا کند بشر را به دوران پیشینی و روزگار پیش از اختراع برق برمیگرداند کم بود غذا و آزوغه نیز ممکن است با صرف جویی در مصرف و در بدترین حالت با خوردن برگ درختان و علف به نوعی جبران شود اما کمبود بود و نبود آب ما را به قهقه را نمی نمیبرد بلکه از صفحه روزگار محو می کند. این حقوقدان صاحب نام ایرانی در پایان با هشداری تند به مسئولین جمهوری اسلامی ایران که بی توجه از موضوع بحران آب می گذرند، گفت اگر هیچ کار جدی انجام نشده لطف کرده صریحا گفته شود تا مردم تکلیف خود را بدانند و مقدمات و اسباب مهاجرت را فراهم کنند. یادداشت ها و تحلیل های ستون سرمقاله ها را میکاویم با موضوعات برگزیده در برنامه امشب از جمله موضوعی که امروز نیز در بسیاری از روزنامه ها باستاب داشته همانا ماجراهای برجام بود و آغاز عملیاتی و اجرایی شدن توافق هستی میان ایران و کشورهای طرف مذاکره در این میان روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم احمد شیرزاد نگاهی در اون ساختار به سامانه رقابت سیاسی داخل ایران پس از این ماجرا افکند احمد شیرزاد در این نوشتار معتقد بود که فرایند مذاکرات هستی و بعد از آن موضوع بر برجام توانست طیف اصولگرا را قدری به موقعیت سیاست ورزی خردمندان نزدیک تر کند پدید آمدن افقهای مدنی جدید در ایران به زعم وی نیازمند یک انشقاق گریز بود انشقاقی که تحت تأثیر سیاست های دولت احمدی نژاد شروع و بعد از آن زیر سایه مذاکرات هسته‌ای تعمیق شد ستون نویس روزنامه اعتماد که خود از نمایندگان اصلاح طلبان مجلس بوده و از اساتید عرصه هسته است با نقدی نرم به شیوه های پوپولیستی دولت احمدی نژاد نتیجه گرفت که اگر پیش از دولت احمدی نژاد و در دوران اصلاحات شکاف بین واقع بینی و شعار زدگی شکافی بین دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا بود در دولت های نهم نه و دهم ده به ندرت این شکاف در بدنه جریان اصولی را رخ نکرد اکنون به زمه وی تیف های معتدل تر را به روشنی دریافتند که کشور بیش از آنچه نیازمند هیجان و تهیج عمومی باشد نیازمند مدیریت منطقه است ورق میزنم و ادامه میدهم با سایر مطالب برگزیده از جمله روزنامه ایران ارگان دولت نیز یادداشت اصلی شماره امروز را به موضوع برجام اختصاص داد و در سرمقاله با عنوان نقشه راه اجرای برجام به قلم علی بگدلی کارشناس سیاست بینال با اشاره به انتشار بیانیه مشترک دیروز ظریف و مگرنی به پنج اقدام اساسی برای اجرای عملی برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد یکم در واقع کاهش تعداد های موجود در مراکز هسته ای و انتقال تعداد مازاد بر توافق با حضور کارشناسان به انبارهایی است که لاک و مهر خواهند شد دوم نصب دوربین ها در مراکز هسته ای سوم انتقال باقی مانده یا اورانیوم غنی شده به خارج از کشور گویا طبق توافق به روسیه هست که از زمین نویسنده برای انجام همه این کارها که لغو همه تحریم ها به عملی شود کمتر از دو ماه جمهوری اسلامی زمان خواهد داشت این در حالی است که روزنامه بهار در یادداشتی با تحلیل و واکاوی تغییرات در نیروگاه عراق و رابطه با برجام خبر داد که سرانجام برجام به تصویب نهایی رسید تا تنها یک روز پس از آن توافق مهمی درباره مدرن سازی رکتور آب سنگین عراک رونمایی شود رکتور آب سنگین عراک پیش از این به عنوان یکی از مهمترین نگرانی غربی ها از برنامه اتمی ایران شناخته می شود اکنون و پس از سرانجام خوش برجام نوسازی و در واقع مدرن سازی می شود آن هم با رهبری آمریکا کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید برنامه را با گزیده گفتگوی پی میگیریم روزنامه ابتکار گفتگوی اختصاصی و ویژه با جهان بخش خانجانی عضو مرکزی حزب کارگزاران و سخنگوی وزارت کشور ایران در دولت خاتمی انجام داد گزاره های سیاسی و توسعه یافتگی، رقابت ها و رقبت های انتخاباتی و همینطور جدال های مجلسی و خلاصه گسال های حاصله در فرایند دولت ملت در عهد احمدی نژاد مهمترین محور این گفتگو بوده است. علی فراهانی که این مصاحبه را با مهندس جهان بخش خانجانی تنظیم کرد در بخشی از این گفتگوی نسبتاً بلند پرسید سه گزینه برای ریاست مجلس دهم ده یعنی محمد رضا عارف علی اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی مطرح شدند جبهه اصلاحات کدام یک را برای ریاست مناسب تر می خانجانی در پاسخ به این پرسش جواب داد که به نظر من این بحث ها هاشی است که چه کسی نسبت به دیگری ارجحیت بیشتری دارد چرا که هر سه نفر به هر نوعی لایق ریاست مجلس دهم ده هستند جبهه اصلاحات به زعم وی علاقمند است تا شخصی اصلاح طلب ریاست مجلس را بر گیرد به عقیده خانجانی هر سه این آقایان برای ریاست مناسب هستند و ایشان اظهار امیدواری کرد که هر سه نفر در سرلیست اصلاح طلبان و اصولگرایان قرار بگیرند البته ایشون اشاره نکرد که آیا عارف در سرلیست اصلاح طلبان بیاد یا ناطق نوری خانجانی که پس از وقایع انتخاباتی سال 88 به زندان افتاده بود در پاسخ به این سوال که وقایع سال 88 محصول توطئه سازماندهی شده برای اخراج اصلاح طلبان از بدنه نظام بود گفت که ایجاد تفرقه در واقع بخشی از راهبرد تندروها با این هدف بوده ضمن اینکه به زعم وی گروه های اصلاح طلب نیز در مدیریت بحران با آشفتگی مواجه شدند ادامه میده در وقت باقی مانده با مطلبی دیگر روزنامه جوان به سردیسازی و نه البته تندیسازی ظریف انتقاد کرد البته برخلاف مشی همیشه تند این روزنامه نظامیان انتقاد خیلی تند نبود و گویا با نفس مجسمه و تندیسازی در نظام جمهوری اسلامی مشکل فقهی و ایدولوژیک داشتن و آن را غیر دینی خواندن علا حال جوان از جمله با اشاره به اعطای جایزه دیپلماسی سال به جان کری در واشنگتن و همزمانی این رونمایی سردیس ظریف در تهران نوشت که تقدیر از ظریف و کری تقدیر دو مردی است که هر کدام خود را پیروز یک نبرد دیپلماتیک میدانند و طرفدارانشان هم چنین میاندیشند به زم روزنامه جوان سالها پیش که سانتریفیوژها به سرعت نصب میشد هم عده از طرفداران آن دولت تصمیم به مجسم سازی گرفتند که برخی شعارهای دینی احمدی نژاد خود مانعی برای سردی سازی شد اما حالا که اکثر سانتریفیوژها ها در حال برچیده شدن است ظاهرا مانع خاصی برای ساخت مجسمه وجود نداشت و این کار به سرعت و در بهبوهه کار رتق و فتق شد تا تعداد مجسمه های دولت یازدهم به عدد دو برسد آمیختن سنت دینی تقدیر با شکلی که به زعم جوان نشینان سبقه دینی ندارد روزنامه جوان در پایان به مجسم ساز هم خورده ای گرفت و نوشت مجسمه دکتر ظریف اما برخلاف صورت همیشه خندان او چهره ای جدی دارد جوان پرسید آیا سردی ساز هنرمند به لبخندهای دیپلماتیک دکتر ظریف کم توجه بوده یا میخواسته است این سردیس سالهای سال همچنان به مسابه یک متفکر در تاریخ باقی بماند که با علامت پرسشی که در پایان این جمله گذاشت به نحوی توانمندی ظریف را نیز به زیر سوال میکشند و وقت برنامه ما با این مطلب از روزنامه جوان به پایان میرسد از شما بینندگان عزیز دعوت می کنم که بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که ثانیه هایی پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود